استفاده از تابع ایندکس در تابع سام. همونطور که در این جدول ملاحظه میکنید، اومدیم یه سری از اعداد رو در سلول های اون قرار دادیم. اینجا به عنوان مثال در سطر اول جمع 5 به علاوه 10 و 15 شده 30، یا در سطر چهارم جمع این اعداد در سه سلول شده چند؟ 105، 24، 60، 60 و 45، 105. میخواییم با استفاده از تابع ایندکس در تابع سام جمع سطرها رو به صورت یک حالت مرتب شده داشته باشیم. هرچند در سمت راست سطرها در این قسمت و یا در پایین ستونها اومدیم با استفاده از اتوسام نتایج جمع رو گرفتیم. یه حالتی پیش میاد که میخواییم به این حالت در این حالت فیلد های اطلاعاتی یا در این اره یا جدول ها نتایج رو داشته باشیم. اینجا من میام سطر اول رو انتخاب میکنم و با استفاده از کلید حرکتی راست یا رایت کی در سلول H139 قرار میگیرم. میخواییم جمع کل سطر یک رو داشته باشیم. زبان انگلیسی باشه، عملگر مساوی رو در سلول H139 قرار میدیم، ابتدا تابع سام رو تایپ میکنیم، یه برکت باز، تابع ایندکس IN و بر روی FX یا نماد FX سمت چپ ایندکس دوباره کلیک چپ میکنیم، اری رو انتخاب میکنیم، این باز ویرگول. چون فقط سطر یک رو میخواییم داشته باشیم، میایم اینجا در سلول G139 به این حالت کلیک میکنیم ویرگول. اگر اینجا برای ستون صفر رو وارد نکنیم یه خطای رف رو به ما میده. یه لحظه من این کار رو براتون انجام میدم. اینجا یه براکت رو میایم میبندیم و کلید انتر رو دوباره میفشاریم. ببین خطای رف رو به ما داد. من در این سطر هم عدد یک رو اگر وارد کنم باز هم خطای رف رو میده. چرا؟ چون اینجا ما باید بعد از اینکه شماره سطر رو انتخاب کردیم، اگر شماره ستون نداریم، زبان انگلیسی باشه، ویرگول صفر رو قرار بدیم و کلید انتر رو بفشاریم. ببینید فرمول ما به این حالت اصلاح شد، میگه جمع کل سطر یک 30. حالا اگر سطر دو رو بزنم میگه 55. حالا اگر سطر سه میشه چند؟ 80. یه نکته وجود داره، بارها در آموزش ها خدمتون گفتم، اگر زمانی که اینجا در سلول G139 اینجا به عنوان مثال میایم سطر 4 رو قرار میدیم و کلید انتر رو بفشاریم، سلول به سمت پایین حرکت میکنه بر اساس تنظیمات پیشفرض اون و در سلول G140 قرار میگیره. دقت کنید، اومد پایین. چطور میتونیم بعد از اینکه فرمول رو داریم اجرا میکنیم، من اینجا 5 رو تایپ میکنم، حالت انتخاب سلول در همون سلولی باشه که فرمول داره اجرا میشه؟ میایم از کلید ترکیبی کنترل انتر استفاده میکنیم تا درون همون سلول باقی بمونیم. من اینجا میام 2 رو میزنم کنترل انتر، اینجا میام 3 رو میزنم کنترل انتر. نتایج رو ببینید، در سطر 3 جمع کل 80، در حالی که اینجا هم عدد 80 رو داریم. یه بار دیگه این کار رو برای ستون انجام میدیم. میایم ابتدا برای سلول ستون عدد 1 رو انتخاب میکنیم و با استفاده از کلید رایت کی در سلول زیر جمع کل ستون قرار میگیریم. اثر تابع ایندکس رو در تابع سام میخوایم داشته باشیم، یا استفاده از تابع ایندکس در تابع سام، عملگر مساوی رو تایپ میکنیم، تابع سام S U M بر روی FX اینجا دوباره کلیک چپ میکنیم و ابتدا IN معرف ایندکس بر روی FX هم دوباره کلیک چپ میکنیم، بازه رو به این حالت انتخاب میکنیم، ویرگول. اینجا دیگه برای راو نامبر صفر رو قرار میدیم، چون ما جمع کالوم یا ستون رو میخواییم، ویرگول، و میایم این سلول G142 رو انتخاب میکنیم و کلید انتر رو میفشاریم. میگه جمع کل ستون یک 75. یه نکته خدمتتون میگم، این پیغامی که چند لحظه پیش اینجا براتون ظاهر شد، حالا میتونید فیلم رو یه مقداری به عقب برگردونید و ببینید، این بدین دلیل بود که من براکت یا از کلوز براکت استفاده نکرده بودم، براکت رو نبسته بودم، به این خاطر اون خطا رو میده. یه بار این کار براتون انجام بدم، میام اینجا در این حالت اگر مشاهده کنید، اینجا G142 رو من یه لحظه اینو پاک کنم، اینجا اگر بر روی ستون کلیک کنم، حالا اگر اینجا کلید انتر رو بزنم، یه کادر محاوره‌ای مایکروسافت اکسل ظاهر میشه، میگه we found a type in your formula and try to correct it to، میگه ما یک
ایرادی پیدا کردیم، یک نوعی رو پیدا کردیم در فرمول شما، تلاش کن اون رو اصلاح کن. اینجا میگه do you want to accept، accept یعنی پذیرفتن، میگه میخوای این حالت رو بپذیریم که ما با توجه به اینکه اون برکت آخر رو اینجا اگر ملاحظه کنیم این برکت های آخر رو نبستیم، این پیغام برامون داره ظاهر میشه و میایم برای دکمه yes اینجا اگر بدین گونه کلیک کنیم برامون accept یا پذیرفتن رو انجام میده به این حالت. حالا من میخوام جمع کل ستون دوم رو داشته باشم، اینجا دو رو قرار میدیم و از کلید ترکیبی کنترل انتر 150 جمع کل ستون سه عدد سه از کلید ترکیبی کنترل انتر استفاده میکنیم که در همون سلول هم باقی بمونیم. در واقع این اثر استفاده از تابع ایندکس در تابع سام بود که میتونیم در کارهامون و گزارشگیری هامون از اون استفاده کنیم.